چه آزادی بر پا، هم پیمان با خون خدا، هر چه آزادی بر پا. بنگر که شده کرب و بلا میهن خون با، بنگر که شده کرب و بلا میهن خون با. آن واقع گویی شده صد مرتبه تکرار، هم دیده ام اینجا علی اصغر پرپر، هم دیده ام اینجا علی اکبر بردار. هم پیمان با خون خدا، ارتش آزادی بر پا، هم پیمان با خون خدا، ارتش آزادی بر پا. هموطنان عزیز، از برنامه ویژه محرم و بزرگ داشت قیام حسین علیه السلام به شما سلام میکنیم. آری، حسین در گیر و دار خون و خنجر و نیزه امروز را به نظاره نشسته بود. حسین خون خیش را در رگهای تاریخ جاری کرد، خون خدا، خلص تکامل. این گونه است که آزادگان به نامش دیوار و زندان و زنجیر را در می نوردند. آری، حسین بر تارک فداکاری های انسان نشسته است. هر روز صدایش را می شنویم که در مصاف یزیدیان و ستمگران فرمان نبرد می دهد. امروز یاران حسین هم قسم شدند و می روند تا تومار یزید زمان را در هم بپیچند. آی مردم ایران، توجه کنید، کلم ناصر میان سرونی به جانب آزادی و به جانب حاکمیت مردم ایران برای رهایی از ستم رژیم پلید آخوندی، مظهر شرک و کفر و ارتجاع، جرثومه جاهلیت و بربریت. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی مجاهدین الحسین. ما نسل مجاهد همه سرباز حسینیم، در حلقه عشاق همه همراز حسینیم، در حلقه عشاق همه همراز حسینیم. رخشنده به جنگ شب افسون یزیدی، از آینه روشن اعجاز حسینی. هم پیمان با خون خدا، ارتش آزادی برپا، هم پیمان با خون خدا، ارتش آزادی برپا. بنگر که شده کرب و بلا میهن خون با، بنگر که شده کرد و بلا میهن خون با. آن واقع گویی شده صد مرتبه تکرار، هم دیده ام اینجا علی اصغر پرپر، هم دیده ام اینجا علی اکبر بردار. هم پیمان با خون خدا، ارتش آزادی برپا، هم پیمان آزادی برپا. تشنه لب و بیدست بسی ماه جبین رد، بر میهنم ایران چه ستم ها که چونین رد. این بار سکینه نبه ویران کده شام، با پیکر مدروح به زندان ادین رد. هم پیمان با خون خدا، ارتش آزادی برپا، هم پیمان با خون خدا، ارتش آزادی برپا. ای شیر جوانان مجاهد همه برپا، ای شیر جوانان مجاهد همه برپا. این یار حسین است که فراخوانده شما را، این یار حسین است که فراخوانده شما را.
وندر پی او با سپه سفله به جنگی جانانه به کوبی سر تزویر و ریا را. هم پیمان با پور خدا ارتش آزادی برپا، هم پیمان با پور خدا ارتش آزادی برپا. اکنون به سرا پرده این جور بتازیم، اکنون به سرا پرده این جور بتازیم، تا یک سر کار شب خون ریز بتازیم، از ریش براریم نظام ستم شیخ، از ریش براریم نظام ستم شیخ، سر در ره این کار در ایران به بازیم. هم پیمان با پور خدا ارتش آزادی برپا، هم پیمان با پور خدا ارتش آزادی برپا، هم پیمان با پور خدا ارتش آزادی برپا، هم پیمان با پور خدا ارتش آزادی برپا. نهم محرم تاسوعای حسینی به نام سپه سالار عاشورا حضرت عباس علیه السلام ثبت شده است. همان پرچمدار بزرگ قیام حسینی قمر بنی هاشم که در حقیقت ماه تابان صحنه عاشوراست، همو که بر ذریح مطهرش آیه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما حک شده است، همو که در تاریخ و فرهنگ مردم ایران سیمای یک سوگند مقدس را در ایمان و وفای به عهد به خود گرفته است. مردم ایران به نامش تمسک می جویند و بهترین عهد و پیمانهایشان را به نام او و با سوگند به او مهر می کنند و مجاهدان راه آزادی در قبار راه او درس عهد و پیمان و وفا به خلق خدا را آموختند و بر آستانش سر ساییدند تا با تمسک به آن حضرت در وفا به ملت اسیر و در زنجیرشان رو سپید و سرفراز باشند. قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنند. عباس نامدار که دلیران روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنند. سلام بر قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. تاریخ تکامل
از افول خورشیدها و مرگ آنها بسیار گفته، همچنین از تیره شدن ستارگان و از نابود شدن آنها و حتی از پایان عمر کهکشان ها. اما تاریخ تکامل انسان خورشیدهایی دارد بی‌مرگ، خورشیدهایی که برعکس قانون جهان شمول کهولت هرچه زمان می‌گذرد درخشان‌تر، جوان‌تر و نورانی‌تر می‌شوند. خورشیدهایی که اگر روز نخست تنها یک منظومه کوچک از آدمیان را گرد خود داشتند، ولی در گذر زمان کهکشانی از ملت‌ها را به مدار جاذبه خیش فرا آوردند. حسین علیه السلام یکی از آن خورشیدهای بی غروب عالم بشریت است، خورشیدی در افق هستی انسان که پیوسته نور می افشاند تا آنگاه که هیولای تیرگی و سیاهی ظلم را با سحر خروش ها و طلوع قیام ها در هم شکند. در آن غروب رازناک که خورشید آزادی با منظومه ای از ماه و ستارگانش فرو ریخت، بیم آن می رفت که دیگر تا ابد از روز رهایی خبری نباشد و فلک اجتماعی انسان برای همیشه تاریک و بی ستاره باشد. آن روز وقتی در سایه روشن پایانی روز سرانجام شمشیرها در نیام آرام گرفت، در آن صحرای تفته جز خیمه‌های سوخته و تلهایی از آتش نیمه جان و گروهی زن و کودک زجر و ستم دیده و اسیر چیز دیگری نبود. شب دامن گستر شده بود، سوگواران به سوی و شادخواران سوی دیگر. بوی اسارت می‌آمد. همه چیز حکایت از نابودی جنبشی می‌کرد که با یک قیام پاکبازانه آغاز شده بود و حضرت زینب که از تلاش جمع‌آوری یتیمان و آرام کردن مصیبت زدگان کم کم فارغ می شد، در خلوت پرغوغای خویش در معرض هجوم شرارهای یاد راهبرش حسین دم به دم برافروخته می شد. به یاد می آورد که چند هفته پیش در اجتماع عظیم مکه حسین علیه السلام باقی مانده اصحاب پیامبر را مخاطب قرار داده بود. آیا این است آن جامعه‌ای که پیامبر ساخت؟ آیا این است آن حکومتی که پیامبر می‌خواست؟ شما مسئولید، فرد فرد شما. اما شراره‌های یاد حسین تنها شراره‌های باد باقی نماندند، بلکه به آتش فشانی تبدیل شدند که شب رنجبارترین اسارت تاریخ را به صبحی روشن و بیدارگر علیه ستمگر تبدیل کرد. پیام این بود: از پس این نبرد عظیم یزید محکوم به شکست و نابودی است. نه فقط این یزید، که تمامی یزیدان تاریخ برای همیشه.
آن روز زنی رهبری نهضت را به دست گرفت و سنت استمرار جنبش و تهاجم در اسارت را در تاریخ بنیان نهاد. سنتی تا امروز که هر روز را عاشورایی می کند و هر خیابانی را کربلا. و شگفت آن که مادران، زنان و دختران میهن ما پیشاپیش مردان در این نبرد عاشورایی به پیش می تازند. آری، این نبرد کبیر میهنی با الهام از قیام عاشورای حسینی بر ضد مستبدان ستمگری است که به نام دین یزیدوار حکومت می‌کنند. آن روز پس از عاشورای حسینی زینب چه گفت و چه کرد؟ او اسارت را برنتافت، بلکه اسارت را به صحنه پرخروش ترین تهاجم به یزید و یزیدیان تبدیل کرد. نه هیچ زنجیری را یارای بستن او بود و نه حتی شوکت مسلح حاکم جنایتکاری چون ابن زیاد با عظمت و جلال سلطان فاسدی مانند یزید. این جنایت نه از بزرگی ما کاست و نه از رسوایی تو کم کرد. او در این صحنه برای جبروت کاخ و سلاح و نیرو که سمبول قدرت است، نه تنها کمترین ارزش قائل نیست، بلکه بیشترین ارزش و قدرت را در همان سرهای بریده و بر سر نیزه می‌بیند. و در پاسخ حاکم پرنخوت بر تخت نشسته که میپرسد چه میبینی، میگوید هیچ چیز جز زیبایی نمیبینم. و بدین سان آن تعادل چشمگی را در هم شکست و حاکم را از تخت نخوت به زیر کشید. دشخیم از نمایش اسرا در شهرها القای قدر قدرتی خود را می جست، ولی استواری قدم اسرا و عزت نفس و استحکام کلامشان جز شورش بر ضد ستمگر نصیب یزید نکرد، تا آنجا که یزید برخلاف فرمان اولش که از شهرها عبورشان دهید، سراسیمه فرمان داد که از شهرها عبورشان ندهید. آن روز زینب به یزید چنین خروشید که اگر تصور می‌کنی که با ریختن خون پاک ستارگان زمین گره کارت گشوده می‌شود و ریشه نگرانی‌هایت از سردگونی خشک می‌شود، بسا در اشتباهی. به خدا سوگند که جز به خودت آسیب نمی‌رسانی. و امروز هم این پیام را باید خطاب به یزیدان زمان تکرار کرد که اگر با ریختن خون جوانان و با احکام بیدادگاه ها و اعدام پیروان راه حسین گمان می کنی جنبش از حرکت می ایستد، سخت در اشتباهی.
اینک در آینه زمان باز هم شاهد هستیم نسلی را که هیچ جبری و هیچ سلاح و قدرت و توطئه‌ای را بر نمی‌تابد. در هر جبهه‌ای بهای آزادی را با فدای حداکثر می‌دهد، فدای کسانی که برای رسیدن به مقصد آزادی در برابر هر سختی سینه سپر کرده و بیا بیا می‌گویند. ستارگان زمین، هر روزی عاشورا و هر زمینی کربلاست. معنای این کلام این است که تا ظلم هست باید هر روز را به روز برخاستن تبدیل کرد. پس با این همه ظلم بی حدی که در سرزمین ما توسط ولایت فقیه رواج پیدا کرده، باید که هر لحظه را به لحظه برخاستن و قیام تبدیل کرد. ششمین برگ آشوبی برپاست، آشوبی در تو، در خانه جان کنون هیاهوست، بر درگه خانه میزند دوست، و از در و دیوار جان صدای انکار می آید، گوش می گوید من هیچ صدایی نشنیدم، نه صدای چاووشی، نه بانگ رحیلی، نه جرسی، چشم می گوید من نیز هیچ ندیدم، نه قافله‌ای، نه قاصدی که پیغامی آورد و نه کسی گام گذاشته به راه. جان میگوید این چیست مرا به کام قوغا انداخت، شورش ز هزار سوی جان برپا ساخت، آرامش روح را چه کس برهم زد، هی پنجره را گشود و در برهم زد. دست میگوید سرم شلوغ است، دست به کار تازه‌ای نخواهم زد. پا میگوید مأنوسم با همین را که پیمودستم، مرا به سنگ لاخی مکشانی، به آهنگ آرام خیش خو کردند. تنها دل است ایستاده برابر همگان، و جان را بیم میدهد بر سکوی انکار نایستید که انکار خیشتان خواهد شد. نامش دل است، میگوید من چشم گشودم از خواب قفلتی، من گوش باز کردم و میشنوم صدای جرس را، ترجمان هر ضربه‌اش بیا 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 بیاست. حس می کنم که لحظه لحظه ناب صداقت است، آندم که چشم نمی بندم بر این عبور سرخ که هر لحظه در زمان جاری است، و انتخاب می کنم و می روم و خیش را می آفرینم، من از یک آری زاده می شوم.
سلام به همه شما اشرفی ها و مجاهدان، شما اشرفی ها و مجاهدانی که وارث بر حق راه و آرمان حسین علیه السلام و زینب کبری هستید. السلام علیک یا وارث آدم از صفت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیه السلام، السلام علیک یا ابن محمد المصطفی، السلام علیک یا ابن علی المرتضی، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا، السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرى. سلام بر شما ای اشرفی ها، سلام بر شما ای سرداران و سالاران و سپه سالاران راه و آرمان حسین و زینب، سلام بر شما ای پرچمداران و علمداران و رهروان راه او، راه حسین و آرمان حسین و زینب کبرا، اون هم در روز عاشورا، در شام غریبان زینب کبرا و در عرض اشرف. سلام بر شما ای گوهران بیبدیل و ای نوامیس ایدولوژیک، شما ای که به حق پرچم هیهات من نزله رو به دست گرفته اید و تا هر کجا که باشد آن را به پیش میبرید و بر قله های بسی رفیع برمی افرازید. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور، اشهد انک قد اقمت الصلات و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت الله و رسوله حتی اتا کل یقین، فلعن الله امتا قتلت که ولعن الله امتا ظلمت که ولعن الله امتا سمعت بذالک فرضیت به. خدا لعنت کند آن کسانی که شما را کشتند از 19 فروردین در 6 و 7 مرداد، از 30 خرداد سال شصت تا الان 120,000 از شما را کشتند. خدا لعنت کند کسانی که شما را اسیر کردند از 30 خرداد سال شصت بیش از 500,000. خدا لعنت کند آن کسانی که همراهی با شما را جرم کردند و به اسارت میبرند و الان بسیاری از شما در اسارتگاه‌های خمینی هستند. خدا لعنت کند کسانی که شما را در محاصره نگه داشته اند. بسیاری از شهدایتان مزارشان معلوم نیست. در چارزبر، قبل از آن، بعد از آن، در خاوران، در سراسر ایران. و خدا لعنت کند بر کسانی که محاصره پزشکی، محاصره دارویی، محاصره سوخت و لوجستیک بر شما اعمال کردند، بیمارانتان را در بیماری نگه می دارند و اجازه رسیدگی به آنها نمی دهند. و خدا لعنت کند همه دشمنان شما را که با هرچه نور و روشنایی و آزادی و آزادگی است خصومت می‌ورزند و به این دلیل است که از شما می‌ترسند و این همه بلا و ابتلا بر سر شما می‌آورند. و خدا نصرت و یاری دهد به شما، به شما مجاهدین، به شما اشرفی ها و به همه اشرف نشان ها در سراسر دنیا و در سراسر ایران که بی دریغ
برای شما، برای حفاظت شما، برای راه و آرمان شما و برای پیروزی شما فدا می کنند. و درود خدا به همه حامیان شما که شجاعانه در همه میدانهای نبرد بی وقفه ادامه می دهند تا شما را به سرمنزل مقصود، یعنی به آزادی و رهایی مردم ایران برسانند، مردم به جان آمده و به ستوه آمده در زیر سرکوب، در زیر چکمه دیکتاتورها و در زیر نعلین ملاها، مردمی که هر آن آرزو می کنند که خدایا ای کاش هرچه زودتر اشرفی ها را برسان، خدایا هرچه زودتر آن راهبری که می تواند برای ما آزادی، دموکراسی، رهایی و برابری بیاورد را برسان. آنها منتظر مسعود و شما هستند. پس خدا نصرت دهد به شما که مطمئنم با این پایداری و با این مقاومت و با این جانفشانی و با این فداکاری و با این وفای به عهد می توانید، آری می توانید، خلقی را از زیر چکمه ملاها نجات دهید و آزادی و رهایی را نیز برای آنها به ارمغان ببرید. پس کور با چشمهایی که نمی تواند شما را ببیند و بریده باد آن دست هایی که می خواهد به شما گزند آسیب برساند. مطمئنم که به حق این روز، یعنی به حق روز عاشورا و به حق این شب، یعنی شام غریبان زینب کبرا، روز پیروزی شما، شما رهروان واقعی او نزدیک است. خدایا این روز را هرچه زودتر برسان. ای زینب کبرا، ای بزرگ بانوی کربلا، سبا و آسیه، مرضیه و فاطمه، مهدیه و فائزه، شهناز و نسترن، جا پای تو گذاشته و ادامه دهندگان راه تو بودند و عاشقان راه تو. ای زینب کبرا، ای ادامه دهنده راه حسین، سرور و سید الشهدا امام حسین علیه السلام، پشتیبان، الهام بخش و راهگشای این کوه مردان و این شیرزنان و این قهرمانان اشرفی است که با تعصیب آقا حسین پیوسته ندای هیهات من نزله رو سر میدند. یا زینب کبرا، به حق فاطمه زهرا، آن گوهر وجود و آن کوثر ابدی، این گوهران بیبدیل و نوامیس ایدئولوژیک رو در تعهد و پایبندی به آرمانهاشون، در مسیرشون و در مبارزشون و در جنگ صد برابرشون موفق بدار. یا فاطمه زهرا، ای زینب کبرا، در نبرد صد برابر همه ما را موفق بدار. این شایستگی را به همه ما عطا کن تا بتوانیم پیروان، رهروانی برای راهبر و فرمانده این نسل به خون شسته، یعنی مسعود باشیم. خدایا اون رو در کنف حمایت خودت سلامت و موفق و پیروز بدار. به کوری چشم دشمنان و برای شادی روح و روی دوستان. خدایا نسلی که از زینب کبرا الهام گرفته، الهام گرفته که در برابر سرهای بریده و اجساد مسله شده با تمام بی حرمتی هایی که شمر و یزید بر اون اجساد مسله شده کردند، با کمال افتخار، با سری بلند، با روی گشاده و با قدرت هرچه بیشتر به دشمن گفت، به یزیدیان گفت لا اراء الا الجمیل،
آری، او گفت که جز زیبایی چیزی نمی بیند. و شما با پیروی از زینب کبرا، با سر بلند، با صدای بلند، با روی گشاده، با سعی صدر به دشمن گفتید که هرچه می خواهد بکند. این شما هستید که نهایتاً دشمن را خسته و فرسوده خواهید کرد و او را از میدان به در خواهید کرد. درود بر شما اشرفی ها که در این دوران، در این شام غریبان ها، در این عاشوراها و در این عاشورا و در این شام غریبان پرچم هیهات را با تمام قوا به دست گرفته اید و به دشمن میگویید هر چه میخواهد بکند. این شما هستید که پیروز میشوید، این شما هستید که به پیش میروید و این شما هستید که نهایتاً دشمن را خار زبون و از میدان به در خواهید کرد. و من امروز در ثواب زیارتهای شما خودم را شریک کردم. میخواهم تکرار کنم و سوگند بخورم که به هیچ وجه تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون از تلاش برای احقاق حقوق شما و برای پیروزی آرمان شما، یعنی پیروزی آرمان مسعود، یعنی پیروزی آرمان حسین علیه السلام و زینب کبرا علیها السلام، از پای نمی نشینم. آری، از پای نمی نشینم، زیرا آرمان شما همان آرمان رهایی مردم ایران از شر دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران است. بله، آرمان آزادی، دموکراسی و حکومتی مبتنی بر رأی مردم. مردم ایران خواهان چنین ارزش‌هایی هستند. و درود بر شما پیشتازان مردم ایران که برای این آرمان‌های برحق حاضر به هر نوع فداکاری و جانفشانی هستید. درود و رحمت خدا بر شما باد و خداوند همه شما را از شر و گزند بدخواهان حفظ کند. در برنامه دیگری از تنین عاشورا در شعر شاعران در خدمتتون هستیم. برنامه امروز رو با شعری از عاشق اصفهانی شروع میکنیم.
تعزیه آل مصطفی است، امروز روز تعزیه آل مصطفی است، امروز روز ماتم سلطان کربلا است. از قصه لب ببندم و گریم در این عزا، از قصه لب ببندم و گریم در این عزا، خود طاقت شنیدن این ماجرا کراست. جن و ملک به نوحه در آمد، عزای کیست این شور در زمین و فلک، از برای کیست؟ از هزار سال شد اکنون که ماتم است، بیش از هزار سال شد اکنون که ماتم است، از بحر او هنوز چون این ماتم کم است. ظلمی که کرد خصم بر اولاد مصطفی، گیرم تمام شهر توان کرد تا بود. این ظلم دیگر است که گردون نگون نشد، عالم تمام غرقه دریای خون نشد. جمله اشعار رسائی شاعران میهنمون یک ترکیب بند 14 بندی دیگه هست که شاعر قرن 13 سباهی بیدکلی سروده و یکی از نمونه های برجسته شعرهای رسائی میهنمون هست. به قسمت هایی از این سروده توجه بفرمایید. افتاد شامگه به کنار افق نگون، خور چون سر بریده از آن تشت واژگون. چون شد بساط آل نبی در زمان تی، آمد بهار گلشن دین را زمان دی. یارب تو آگهی، یارب تو آگهی که رعایت کسی نکرد در حق اهل بیت نبی، حرمت نبی. چون تشنگی انان زکف شاه دین گرفت، از پشت زین قرار به روی زمین گرفت. افتاد شامگه به کنار افق نگون، خور چون سر بریده از این تشت واژگون. شد بر سنان چو سر شاه تاجدار، افکند آسمان به زمین تاج زرنگار. چون راهشان به معرکه کربلا فتاد، گردون به فکر شورش روز جزا فتاد. این رفته سر به نیزه اعدا حسین توست، این منده بر زمین تن تنها حسین توست. این لالگون امامه که در خول بحر او معجر که بود، ساخت زهرا حسین توست.
پرچمی که آن روز در کربلا به پا شد، بعد از هزار طوفان عظیم دست ما شد. پنجاه و دو دلاور بر لب سرود هیهات، چون کربلا درش رفت بر عهدها وفا شد. بر عهدها بر عهدها وفا شد. راه روه تو را گرچه بارها تیغ ها زدند شب تبارها، ای شه شهی قبله امید، می شود مگر از تو دل برید، می شود مگر از تو دل برید. آن پرچمی که آن روز در کربلا به پا شد، بعد از هزار طوفان عظیم دست ما شد. پنجاه و دو دلاور بر لب سرود هیهات، چون کربلا درش رفت بر عهدها وفا شد. بر عهدها بر شقاوت، یک طرف شجاعت، یک طرف حماسه پیش روی ذلت، میچکد به هر جا خون پیکر ما، تا خطر نبیند رسم سرخ مولا. داستان هر کدام از یاران امام حسین در حماسه عاشورا برای همه نسل‌های تاریخ پیام و آموزشی ویژه دارد و مجموعه این داستان‌ها در کنار هم تابلوی کامل از مسیر پیکار انسان با ضد انسان را ترسیم می‌کند. داستان زهیر بن قین داستان انتخاب است. انتخاب و برگزیدن ثبت نام در اردوی حسینی و قیام در برابر ظلم و دجالیت یزیدی. زهیر شاید در ابتدا می خواهد از کنار ماجرا رد بشود، صحنه قیام را دور بزند و ترک کند، اما ندای مسئولیت از بیرون و از درون شعله می کشد و برای انسان آگاه و آزاده و انتخابگر آرام و قراری بر جای نمی گذارد. در مورد زهیر هم همین طور بود. ابتدا نمی‌خواست پاسخ دعوت امام حسین را بدهد، اما بر اثر نهیب همسرش تکان خورد و از پاسخ ندادن به امام حسین شرم کرد. بعد ندای درونیش او را به حرکت درآورد و زمانی که پیش امام حسین رفت تا به آخر راه را انتخاب کرد، و عجیب انتخابی که تا پایان چون شیر خروشید
و تحسین امام حسین را برانگیخت. به داستانش گوش کنیم، داستان زهیر، زهیر ابن قیم. به خدا سوگند اگر زندگانی دنیا دائمی بود و ما در آن جاودانه بودیم و جدایی از آن فقط به سبب یاری و مددکاری با امام برحق بود، ما قیام همراه پیشوای من را بر ماندن در دنیا ترجیح می دادیم. زهیر از فرماندهان شهید سپاه امام حسین علیه السلام است. زهیر در سال 60 هجری به زیارت خانه خدا شتافت. جمعی از او به هنگام بازگشت از سفر مکه نقل کردند که ما از مکه با زهیر ابن قین بیرون آمدیم و عقبتر از حسین علیه السلام راه بیپیمودیم تا در بین راه با او مصادف نشویم، چون زهیر نمیخواست با آن حضرت ملاقات کند. یکی از روزها حسین علیه السلام در محلی اتراق کرد و ما هم مجبور شدیم در همانجا منزل نماییم که شخصی از جانب حسین علیه السلام آمد و گفت ای زهیر، ابا عبدالله علیه السلام مرا پیش تو فرستاده است تا به نزد او بیایی. زهیر از رفتن نزد امام علیه السلام تعلل می‌ورزید. تو گویی آرامش در کنار همسرش را خوشتر می داشت. همسر زهیر گفت سبحان الله، آیا پسر رسول خدا به دنبال تو می فرستد و تو را به سوی خود می خواند و تو نمی روی؟ زهیر از جا برخاست و به سوی حسین ابن علی علیه السلام رفت و پس از لحظه ای با چهره باز و برافروخته بازگشت و دستور داد خیمه های او را کندند و نزدیک خیمه های حسین علیه السلام برپا نمودند. آنگاه به همسرش گفت من تو را رها کردم، تصمیم دارم با حسین علیه السلام باشم و تن و جانم را فدای او کنم. پس از آن زهیر به یاران و دوستانش گفت من راه خود را انتخاب کردم و مصمم به پیروی از راه امام حسین هستم، هر که مایل است با من بیاید وگرنه این آخرین دیدار ماست. عصر تاسوعا هنگامی که لشکریان عمر سعد به سوی خیمه های امام حسین علیه السلام هجوم آوردند، زهیر ابن قین خطاب به آنان گفت ابا عبدالله حسین ستوده و هدایت یافته خدای متعال است، از خدا پروا کنید، مبادا گمراهان را در کشتن پاکان یاری دهید. من تصمیم به یاری و طرفداری از وی گرفتم و اینکه جانم را فدایش نمایم. باشد که آنچه شما از حق خدا و رسول
صلی الله علیه و آله فرو می‌گذارید را پاس دارم. شب عاشورا وقتی امام حسین علیه السلام به همراهانش اجازه بازگشت به شهر و دیارشان را داد، زهیر برخاست و گفت: به خدا سوگند دوست دارم کشته شوم، سپس زنده شوم و دوباره کشته شوم تا هزار مرتبه این گونه کشته شوم، و خداوند بدین وسیله جان شما و جوانان خاندان شما را سلامت دارد. روز عاشورا وقتی دو سپاه رو در روی هم قرار گرفتند، نخست امام حسین علیه السلام به سخنرانی پرداخت. آنگاه زهیر آنان را مخاطب قرار داد و گفت: شما را از عذاب الهی بیم می‌دهم. پروردگار متعال ما و شما را به وسیله فرزندان پیامبرش می آزماید تا ببیند با آنها چگونه رفتار می‌کنیم. اینک شما را به یاری آنها و رها کردن بیدادگر دعوت می‌کنم. دوران حکومت اینان جز بدی و بدکارگی نبوده است. چشم‌ها در می‌آورند، دست و پا می‌برند و به سختی شکنجه می‌کنند و بر ساقه‌های درخت به دارتان می‌کشند و نیکان و برپا دارندگان احکام خدا را می‌کشند. حال اگر به فرزندان فاطمه صلی الله علیه و آله کمک نمی‌کنید، شما را به خدا مبادا شمشیر بر آنان بکشید. به خدا سوگند مردن در کنار ابا عبدالله حسین از زندگی جاودان با شما نزد من محبوب تر است. سپس زهیر و حر ساعتی از روز عاشورا به کمک هم جنگ نمایانی کردند و هرگاه یکی از آن دو بر دشمن میتاخت، اگر به محاصره میافتاد دیگری او را نجات میداد، تا اینکه حر به شهادت رسید. ظهر عاشورا زهیر و سعید ابن عبدالله حنفی جان خیش را سپر کردند تا امام حسین علیه السلام همراه جمعی از یارانش نماز به جای آورد. پس از اقامه نماز حمله دشمن شدت یافت. زهیر و اندک یاران باقی مانده امام علیه السلام با تمام توان به دفاع از آن حضرت پرداختند. زهیر در آخرین نبردها با صدای رسا می‌خواند: من زهیرم، آن که با شمشیر و جان خیشتنش شریران را از سرورش حسین علیه السلام دور می‌کند. من به دیدار سرور کائنات مشتاقم. من با پور خدا هر
ارتش آزادی برپا. بنگر که شده کرب و بلا میهن خون با، بنگر که شده کرب و بلا میهن خون با، آن واقع گویی شده صد مرتبه تکرار، هم دیده ام اینجا علی اصغر پرپر، هم دیده ام اینجا علی اکبر بردار. هم پیمان با خون خدا ارتش آزادی برپا،